کمیته بین‌المللی نجات اتحادیه اروپا را به برخورد دوگانه با پناهجویان افغانستانی در مرزهای این کشور متهم کرد. روزنامه گاردین به نقل از کمیته بین‌المللی نجات روز چهارشنبه ده دهم خرداد گزارشی داده است که بسیاری از پناهجویان نیازمند افغانستان در پشت مرزهای اتحادیه اروپا در جزایر یونان و در کمپ‌های زندان ماننده گیر افتادند. این گزارش نشان می دهد که کشورهای اتحادی اروپا در سال 2022 میلادی 271 پناهجوی افغانستانی را اسکان داده است که یک درصدی از مجموع 271 هزار پناهجوی افغان است که به حمایت دائمی نیاز دارند. این کمیته همچنین اتحادیه اروپا را به تعهد شکنی های مداوم در پیوند به اسکان مجدد و قانونی پناهجویان افغانستانی متهم کرده و افزوده که بر اساس طرحی که در سال 2021 ایجاد شد و آلمان را مکلف به پذیرش 1000 پناهجو در هر ماه می کرد این کشور حتی یک تن را نیز اسکان نداده است در گزارش نهاد آمده که 90 درصد از پناهجویان افغانستانی در اردوگاه های جزایر یونان پس از آزمایش های بهداشتی دارای علایم استراب و 86 درصد دیگر افسرده تشخیص شدند. دیوید میلیبند رئیس کمیته بینالمللی نجات گفته که پذیرش 8 میلیون اوکراینی در اتحادیه اروپا به معنای توانایی پذیرش پناهجویانی از سوی کشورهای این اتحادیه است و بهانهای برای پذیرش شهروندان افغانستان وجود ندارد هرچند 41500 شهروند افغانستان بین سالهای 2021 و 2022 از طریق روند تخلیه در کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته شدند اما کمیته بینالمللی نجات آن را کافی نمی‌داند